سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی شاید باورتون نشه ولی این بازی هم دوباره مال همون شرکتیه که بازی استریم لایف سیمولیتور، اینترنت کافه سیمولیتور، کار دیلر و بازی بوردر آفیسر رو ساخته بود. این دیگه آخرین بازیه که این شرکت ساخته و دیگه ازش بازی نداریم. اگه دوست داشتید که پارت دومش هم بذارم و ادامهش بدم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنار شو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بریم ببینیم داستان بازی چیه. خب این بازی هم یه ذره قبلا خودم تست کردم ولی سر در نیاوردم درست داستانش چیه. الان از اول بازی رو میریم با هم دیگه ببینیم. اینم که دوباره همون ماشین معروفه و یه دونه نگهبان اینجا هست که میخواد پدر ما رو در بیاره. یه ذره داستان بازی شبیه بازی هلو نیبره ولی خب یه چیزایش فرق میکنه دیگه. تنها چیزی که ازش میدونم اینه که این یارو نباید ما رو بگیره دیگه. ما باید بریم خونمونه و اینا رو بگردیم، یه چیزایی پیدا کنیم، این نباید بفهمه. دقیقاً سبک بازی همونیه که تو استریم لایف و اینترنت کافه سیمولیتور و اینا دیدید. کاملا همه چی همون شکلیه. ولی داستان اینو نمیدونم اصلا چیه. این یاروه، این کسی که نباید ما رو بگیره اینه، ولی نمیدونم ما چی رو باید بریم از اونجا پیدا کنیم. یه خونه دیگه هم این طرفه که مثلا که خونه خودمه. یه ماشینم اینجا دارم، نمیدونم میشه بشینی توش اصلا یا نه. رانندگی و اینا انگار اینجا نمیشه اصلا بکنی ولی تمام درهای ماشینه باز میشه. من نمیدونم حالا باید چی کار کرد تو این ماشین. کاپوتش هم باز میشه. شاید بتونیم مثلا ماشین اونو یه چیزاییشو درب و داغون کنیم و در بیاریم نتونه ازش استفاده کنه. تقریبا هر چی که تو بازی هستم میشه ورداری ولی من نمیدونم دنبال چی ما باید بگردیم. الان مثلا من این صندلی رو بردارم چیکار کنم باهاش؟ صدای پای یکی داره میاد این سمتی. آره این که دوز بود اصلا. دوز رو بگیر. دوز چی میگه دیگه اینجا؟ بیناموس وایس رو ببینم چی برداشتی از اینجا. از این دوتا تیکه هم که خیابونو بستن اصلا نمیشه رد بشی و بری اون طرفش. هر چی که هست تو همین محوت است. خب بذار اول ما بریم تو این خونه که هیچکی توش نیست یه نگاه بندازیم ببینیم چه خبره. اینجا که یه اتاق کاره، مثل این که یه کامپیوتر هم اینجا داریم که چیزایی توشه باز. یه دونه استور داریم اینجا، میتونیم یه چیزایی بخریم که فعلا پول ندارم. یه دونه ریپورت داریم که چیزایی توش نوشته. The object could not be detected. کدوم آبجکت هستم؟ من آبجکتی ندارم اینجا. چه آبجکتی رو میگی داداش؟ هوم شاپ داریم یه دونه اینجا که یه آبجکت هم بیشتر واسه خریدن توش نیست و اصلا پولمون بهش نمیرسه. اینم که هیچی. اویدنس چیه؟ اویدنس انگار باید لاگین بشیم تو. یه ماجرای داره ای، من بعد ازش سر در بیارم. چند تا فایل تکستی هم اینجا داریم. یه ماینره، مثلا نوشته که ماینره رو فکر کنم چجوری میتونی بخری و کجا میتونی نصبش کنی. یه دونه ریپورته، میتونی توش تمام آبجکت هایی که داری رو ریپورت کنی ولی نمیدونم به چی برسی. فعلا پارت اولیه که میخوایم این بازی رو بریم و خیلی اطلاعات زیادی ازش ندارم ولی سر در میاریم همه رو. یه دونه پس اینجاست. آها، این فکر کنم چیزیه که باید اون طرف بزنیم. نمیدونم دوتاش با هم باز نمیشه. من بعد از روی این عکس بگیرم یا یه جا بنویسمش، یادم نمیمونه. BR3VC P58FC BR3VC P58FC. نه این نبود. با هزار تا بدبختی حفظش کردیم، هیچ ربطی هم نداشت. اوه صدا پا میاد فکر کنم دزده. ولی فعلا من مشغول کارم هم دیگه. به دزده و اون یارو اصلا الان من نمیتونم توجهی کنم. اسلیپ چیه؟ آها، میگه وقتی که میخوای بخوابی تمام درها رو قفل کن که اون دزده نتونه بیاد تو. حالا من نمیدونم هنوز اینجا خونه منه یا خونه یکی دیگه است من اومدم توش. من الان یه جورایی خودم دزد حساب میشم تو این بازی. میگه که دزده میتونه بیاد تو خونت اگه نتونی بلاکش کنی یا بیفتی دنبالش قبل اینکه بیاد تو خونه. میتونه پولاتو کم کنه، به خاطر همین من الان پولم کم شده چون یه بار اومد توی خونه. خب از اینجا چیزایی حالا فهمیدیم ما ولی چیز زیادی نبود خیلی. این طرفم که انگار هیچی نیست. اونورم یه در بود که میرفت تو حیات. اینجا چه خبره؟ یا ابوالفضل این یارو تو خونه نباشه فقط. اینجا وقتی که خسته بشم میتونم بیام بخوابم، پس این خونه خودمه دیگه. چقدرم اتاقا بزرگه و خالی. اتاقا خیلی بزرگن، هیچی هم تو هیچ کدومشون نیست. اینجا هم میشه قایم بشی. این یه ذره مشکوک کرد منو به اینکه اینجا شاید
خونه خودم نباشه و من باید قایم بشم برای چیزی. حالا اینجا رو که کامل تقریبا دیدیم، باید یه جوری راه پیدا کنم برم تو خونه این یارو. این انگار داره خسته میشه خوابش میگیره بره بخوابه، میرم تو. من فرصت مناسب رو پیدا کنم رفتم تو. این سطل آشغاله چیه؟ چیز خاصی توش نیست. میتونی آشغالا رو برداری بندازی تو سطل آشغال یا نمیشه انداخت؟ خب این یارو مثل این که رفت خوابید دیگه. من ببینم میتونم سوئیسی وارد خونش بشم یا نه. کاش میتونستم قبلا یا اول فاز داداش ولمون کن. بیا اینجا باریکلا. آها بیناموس دیگه ندایی دنبال منو، دهنتو سرویس میکنم. چی فکر کردی؟ خب یه بار دیگه بیا بیا اینجا منو بگی. بیا ای تونستی منو بگی. بیا اینجا نرفت. چرا گیر نکرد؟ ای بابا ولمون کن دیگه آشغال. اینجا کجاست؟ وقتی میگیردت انگار برمیگردی از تو اتاق خواب خونه خودت. من در خونه رو باید ببندم، قفلش هم بکنم یه جوری. چی جوری باید قفل کنی؟ نوشته بود درا رو باید قفل کنی که دزده نتونه بیاد تو، ولی قفل نداره اصلا اینجا. این چیه؟ شبیه قفل ولی هیچ کاری نمیکنه. بذار یه بار دیگه برم سمت خونه این. این دفعه پشت خونهش میخوام برم تو، شاید بتونم یه کاری بکنم. این ترپ رو بر میدارم، این به کارم میاد. اینو میندازم دم در خونش از پشت. داداش نبینی ما رو؟ چون مادرت منو نبینی که کار دارم. آها برو باریکلا. خب این خونه اینه. چقدر ترپ گذاشته، ترپا رو همه رو خود آشغالش گذاشته و میخواد منو گیر بندازه. یا اول فاز اومد بیا اینجا منو بگی ای تونستی. اه چی شد؟ با تیر زد؟ یه غلطی کرد که رو هوا مردم. من اگه بتونم بفهمم که من چه چیزایی از تو خونه این باید وردارم تمومه. یعنی مستقیم میرم بالا سر اونا، مثل این که دوز داره میاد دوباره. انگار دوباره دوز داره میاد این سمت. این چیه؟ ریپورت باکس. این به چه دردی میخوره رو ولی هنوز دقیقا نمیدونم، ولی میفهمیم دیگه. اگه شما هم چیزی راجع به این بازی میدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسید، کمک کنید. کمکاتون خیلی به دردم میخوره و باعث میشه تمام بازی ها رو با هم دیگه بتونیم بریم جلو. خب وایسا ببینم کجا داری میری. آشغال کاش میشد بگیرمش. بابا ول کن دیگه، داری میبینی من هیچی ندارم. تو هم بیخیال نمیشی ها، تو تمام بازی ها هی دوز باید بیاد بزنه خونه ما رو. این یارو فعلا که این دور و ورا نیست. بریم تو. ای بابا دو دقیقه برو بخواب تو دیگه. چی شو؟ بیا اینجا. اوه تفنگ هم داره، تفنگ داره. هیچی دیگه، ما دست خالی. فقط باید بریم طلای خودشو برداریم باش بگیریمش. اون با گانه. اصلا بازی عادلانه نیست. بذار ببینم هیچی نداریم اینجا. یه اینونتوری چیزی، یه جایی که بتونیم چهار تا چیز بفهمیم ازش. هیچ تسکی هم بهمون نده که انجام بدیم. آخه بکنم این یارو رو باید اذیتش کنی. فقط اینقدر باید کرم بریزی تا سکته کنه. الان تمام درهای ماشین تو باز گذاشتم، بیای ببینی ببینم چیزی میفهمی یا نه. سوارم که نمیشه بشی ماشینو. اصلا کجا رفته این؟ الان این خودش دزده اصلا. چرا اینجوری داره تو خونه راه میره؟ بیا همینجوری آروم بیا ببینم چیا داری. یه دونه اسمال باکس داریم اینجا، ورش میدارم. یه دونه دیگه این طلا اینجاست. منو گرفت و تله. ول کن جون مادره. خب این تله رو نمیدونم چرا نمیشد ورش داری دیگه، این عجیب بود. حالا من اینا رو اگه بتونم همینجوری وردارم برم تو خونه خیلی خوب میشه. ببرم بندازم تو اون ریپورت باکس ببینم چی. حروم زاده چی دوباره اومدی دزدیدی از تو خونه من؟ آشغال نیا دیگه، عجب آدم سگی ها. گرفت منو مثل این که، ولی آبجکت هایی که برداشته بودم هنوز تو دستم هست. بذار اینا رو ریپورت ببینم میشه بکنیشون. نمیره اصلا چیزی تو این باکسه که. این چیه؟ چرا قوه است؟ آها این به کارم میاد، اینو لازمش دارم. نمیشه اینجوری ریپورت کنم. من یه بار دیگه تو این کامپیوتر نگاه کنم ببینم سر در میارم ریپورت چی بود. آها یه سری از آبجکت ها رو میشه بندازی تو این باکس، بعد به پول تبدیلشون کنی. اینا هیچ کدوم انگار آبجکت نبودن. این جوابش دردی نمیخوره. فهمیدم فکر کنم باید چیکار کنی. باید بری از تو خونه این یارو هیچ چیز نیست بدزدی. داداش من خودم دزدم، نه یا اینجا میگم. یهو دیدی تو رو انداختم تو ریپورت باکس ها. برو من اون گیتار رو حداقل از اون پایین بردارم بندازم تو ریپورت باکس، ببینیم یه بار چه اتفاقی میفته. برو تن لش، برو بگی بخواب، برو خسته ای خیلی، برو خوابت میاد. رفت؟ فکر کنم صدای پاش داره میاد که رفت بالا. برو بالا بدون سر و صدا، بدون هیچ سر و صدایی. حیف این در قفله، و نه یه جوری میرفتم خالی میکردم اونجا رو که باورت نشه. آها رفت خوابید. گیتارشو بردار باریکلا. چی دیگه داری به دوزم؟ اه چی شد؟ عکس گرفت کسی؟ اوه اومد بودو فرار کن. بودو جون مادرت ول کن منو، جان مادرت منو. این دفعه نگه یه چیزی دزدیدم ازت دیگه. ایا
اه بی خیال شو. ایول الان گیتارشو میبریم تو ریپورت باکس ببینیم چی میشه. F1 F2 F3 چیه؟ ایول میشه گیتار بزنی؟ یه ذره گیتار واسه تون بنوازم. خب بس دیگه، من پول الان لازم دارم. برو تو دیگه، من چی جوری تو رو بندازم تو این باکس لعنتی آخه. چه خبر اینجا؟ این گیتاره رو نه ببری یا بیناموس، این تمام زندگیم حالا. انقدر من اینو پرتش میکنم تا بالاخره بره تو جعبه. خب ولش کن، حالا این گیتاره جایی به دردمون میخوره. بذار ببینم یه چیز دیگه میتونم برم سوئیسی از این بدوزم یا نه. کجای خودش؟ این کیه، همینه؟ آره، خیلی استوار داره قدمم میزنه جلو در خونه. الان که اصلا نمیشه وارد بشی، ولی همین بود. این نبود مثل اینکه اینجا هم یکی خاک کرده، فکر کنم قاتلم هست، همینجوری میکشه دفن میکنه تو حیات پشتیش. یه دونه راه گذاشته واسه من، اونم فقط در ورودی. آه رد شد مثل اینکه اینجا داره دوروبر خونه میچرخه تا نیومده من میرم تو. این کیه دیگه؟ این دیگه کیه؟ این چرا داشت شنا میکرد رو زمین اینجا؟ من سری میرم بالا دیگه، من سری میرم بالا که این فقط منو نبینه. چیز به درد بخور چی داری؟ تو رو قرآن بگو چی داری، من خیلی لازم داره. عکس داره میگیره انگار یکی ازم. بابا این همه چیز خفن اینجاست، چرا هیچ کدومو ور نمیداری؟ هیچی نیست یعنی اینجا. آها چکش رو ببین، با چکش میزنم دخلتو میارم این دفعه ای بیفتی دنبالم. اوه اوه اینا صدای چیه؟ چیزی انگار عکس میگیره، چیزی پرت میکنه سمت من. هیچی تو این کشوها که نیست. چرا یه دونه دیسک اینجاست، این باکس آشغاله، اینو بنده اونور دیسک رو بردا. تو این کشوها هم که هرچی بود برداشتیم، لیوانش هم به دردم نمیخوره. بذار این کمدای این بالا رو هم ببین، این چماغه رو بگی دستت که اومد بزنی ها. تو بزنی. این هنوز نفهمیده که من این تو هم. خدا کنه بتونم یه بار دیگه من فقط برگردم تو خونه. یا ابوالفاز ولش کن آقا، بریم سمت خونه. بی خیال شیا، نیفتی دوباره دنبال من. داداش من با تو کاری نداشتم، رفتم اینجا. نیا تو خونه من، اجازه نداری وارد خونه من بشی آشغال. برو تو کمد قایم شو، بره گم شه. این میتونم ببینمش منم، یعنی خیلی بهم نزدیکه، فوق‌العاده بهم نزدیک. صدای پاشو قشنگ حس میکنم تو اعماق وجودم. صدا پای خیلی دور شد، فکر کنم رفته دیگه. وای نصده باشی تو خونه منو، اصلا اجازه نداری تو بیای تو. ولی اومده بود. گیتارشو برداش برد یا نه؟ نه گیتارش هم یادش رفت ببره. من باید تتو این ریپورت باکس رو در بیارم، هرچی که هست این تو اتفاق میفته. با یه حرکتی اینا رو میکنه تو این ریپورت باکس، ولی چی جوری رو من باید بفهمم. این بازی فکر کنم اولین گیمیه که این شرکت ساخته و خیلی بازی قدیمیه، ولی میدونم که خیلی هم خفنه. آها رفت تو بالاخره. بابا باری کلا بالاخره انداختمشون تو. بریم تو ریپورتیا ببینیم چه خبره. اینجا یه دونه گیتار داریم میفرستیمش، بره ببینیم چقدر پول بهمون میده. یه قرونم دیگه من پول ندارم، پولام در حد سنته. انقدر ازم خرید، ولی فکر کنم خیلی کم خریده، مفت دادیم گیتار رو رفت دیگه. بذار تو استور یه چک بکنم ببینم من چیزی میتونم مثلا با این پولا بخرم. مثلا ماینره کجاست؟ یه پیستول میشه بخری مثلا. نه دیگه پولا خیلی کمه، چی نمیتونم بخرم فعلا. اینو من میبرم میذارم بالا توی اتاقی که هیچ کس پیداش نکنه. این خیلی چیز حساسیه، با بدبختی دزدیدم آوردمش. این دزه فقط منتظرم دزه بی اینا بزنش دیگه. بعد چیو تو میتونی بزنی داداش؟ با چکش. یارو هم اسکول گله، اصلا دیوونه سون. بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود و دوست داشتید که ادامهش بدیم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. اگه هم جدیدن وارد کانال شدید و دوست داشتید که کانال رو سابسکرایب کنید، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد سابسکرایب کنید که یوتیوب شما رو ربات نشناسه. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.